من این چی نخوردم اون پر تو به خواب آموزه تو تعریف کنی؟ سی تو اصلا بساطی دارم خیلی خندی هم تو خیلی که نایی رفت هم کنم رفت هم سر و موضوع نمیذاری؟ چرا؟ داریم. چرا برو 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 تو, تو برو این آدم نیست که بتونی بشه اتمینا کنی سلام اینجا خودکسته ای پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت دم دستگاه و تمام تجزیزات اونا فرزاد سلام جونم براتون بگی که امروز اپیزود 172 ماست و 172 اپیزود شد بوری که به هم نمونده و اینکه ما برگشتیم با یه موضوع جدید چیزی هست بخوای اولش بگی یا یه تیک بریم سر داستان نه ولاد ده دقیقه پیش الان هیچ چیز جدید اتفاق نه خب خدا رو شکر چیزی گفتیم و بگیم نگفتیم نه دیگه گوش نمونه فقط آره خوب خیلی باشه آره. دو من دوره بگم که ما اومدیم جای جدید و اینکه توی پروسه ای در واقع موف کردم به جای جدید ما همه چی آوردیم به از چیزی که من برمی آوردم که اونم همه بود. بود همه چی آوردی برگه هامو و بردم و همش مون تو خونه بر همین من از رو گوشی دارم میخونم اگر که هست ببخشید بیادوی نیست سرم تو گوشیم نیست موقع هست نده آره جونم براتون که موضوع هفته ای من از استوری اینستاگرام یکی از دوستان نشد میگیره که ایشون پست کرده بودن و نوشته بودن که آدم خوبی بودن هیچ هزینه ای نداره پس آدم خوب یا دیسنتی باشید آره رو داد به دوست عزیزتون میگه خب من ایشون هستم من میگم میگم آره بیشتن. کاشتن آره آره بعد حالا من ادای کارون در میارم از شما میپرسم و شما میخوام بدونم که تو قرار بود من با سال شروع کنم یه کاری بکنی ایمان بکنی این <تصفح> کارو نمیکنی میخوام بدونم که به نظر شما آدم خوبی بودن هزینه داره یا نداره ببین با توجه به اپیزود قبلی که من براتون صحبت کردم آدم خوبی بودم مستلزم داشتن دو تا چیزه ژن خوب داشته باشی و خوب سرش تو پرورش پس به نظر داره یا نداره هزینه از چه نظر سخته شما چی آره بعضی موقع هزینه داره برای شخصه حالا اینو تو زن خودتون نگه دارین حالا بهش برمیگردیم به قول معروف اولش که برمیگردیم قول معروف نیست برمیگردیم به قول بش خودم بهش برمیگردیم بر بر اولش که اونو خوندم به حالا به ذهن خودم آمد که خب راست میگه خوش صحبت کردن آدم خوبی بودن دوست خوبی بودن برف آدم ها دیگه گوش دادن و قضاوت نکردن با ادب بودن یا مثلا اه... بگیم چی؟ لاشی نبودن <applause> بعد خندیدن و خندوندن و اینجور چیزا شاید هزینه ای برای آدما نداشته باشه ولی بیشتر که دماش فکر کردم دیدم که ما همیشه خودمون از این معادله ای که وجود داره همیشه میایم فاکتور میگیریم یعنی خودمون رو کلا از این معادله میذاریم بیرون میگیم که اون زمانی که ما میذاریم انرژی که ما میذاریم اصلا هیچ مهم نیست و ما فقط زاده شدیم که آدم خوبی باشیم آدم دیسنتی باشیم اینم در واقع انگلیسیش دیسنسیه آدم خوبی باشیم آدم سالمی باشیم و... قابل فکر کنم بگیم بهتره تا خوب دیسنت بگیم قابل نه؟ دیسنت خوب معقول نوشته بود حالا من بگم معقول بگیم قابل فکر کنم بهتر ترجمه بعد دیدم که ما همیشه خودمون از این به قول معروف از این معامله معادله میکشیم بیرون منظورت این که ممکنه خودمون نباشیم و فرض کنیم هستیم یعنی فقط فکر کنیم بقیه مثلا قابل نیستن نه نه چی. اون هزینه ای که برای ما داره رو ما اصلا میذاریم کنار یعنی منی که میخوام آدم خوبی باشم آدم حالا قابلی باشم به قول تو همیشه میام چیز میکنم میام میگم که خب وقت و زمان و انرژی من مهم نیست من هر کسی که بهم بدی کرد بهش خوبی میکنم این برای من آه. هزینه ای نداره آره این یه چیز یه بود دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد اینه که ما یه وقتایی حس میکنیم که بقیه مثلا قابل نیستن طرف در حق ما مثلا بیمرامی کرد طرف اه. مثلا جایی که میتونست دست ما رو بگیره نگرفت ولی در عین حال آگاه نیستیم که ممکنه خود ما هم کار مشابه کرده باشیم این این ور قضیه هم هست یعنی یه وقتایی ما میتونستیم یه کاری برای کسی بکنیم یا یه وقتی کاری کردیم که نامردی تلقی می شده آره. حالا من از یه چند تا زاویه مختلف میخوام بهش نگاه کنم اول از لحاظ طبیعی بیایم حالا به این دنیا نگاه کنیم از طبیعتی که وجود داره به قول کارون خیلی ناعادلانه است یعنی توی طبیعت تمام موجوداتی که هستن دارن برای بقای خودشون میجنگن تا بقای حالا بقیه موجوداتی که وجود دارن و در این جنگیدن هم ابزارهای مختلفی دارن که این این بخش است که ابزارها با هم فرق داره آره ابزارهای مختلفی دارن که با هم فرق میکنه مثلا جنگل شاید مثلا درختهایی که وجود دارن هم دوست دارن همه جا رو بگیرن و خیلی هم حالا اینم بگم و بودن هم خیلی نقش کلیدی داره تو این معادله که وجود داره جنگل قانه نیست دیگه میخواد همه جا جنگل بشه برای همین داره همطوری سعی میکنه که تولید مثل رو کنه و همه جا رو حالا سبز نگه داره و حالا اون حیواناتی که وجود دارن میخوان خودشون پیشرفت بکنن و همیشه دنبال اینن که در واقع نسل خودشون رو نگه دارن برای همین دنبال تولید مثلن و به اون جنگله شاید آسیب بزنن و انسانم که حالا بالا سر همه اینا است دوست داره که خودش همیشه پیشرفت بکنه و توسعه پیدا بکنه زندگیش برای همین یاد جنگله رو از بین میبره از حیوان استفاده میکنه حیونه رو میخوره و تولید وست میکنه و بهتر میشه و هیچ کدوم از اینا قانع نیستن دیگه مثلا جنگل نمیاد بگه که من این گوشه رو دارم برای خودم کافیه دیگه مثلا از اینجا پام فراتر نمیذارم انسانم همین رو نمیگه و حیوانات همین رو نمیگن یعنی قناعت توی این دنیایی که ما توی زندگی میکنیم اصلا وجود نداره به صورت طبیعی البته حالا من چیزی بگم این قناعتی که میگی بیشتر در قبال انسان تعریف پذیره چون آگاهی داره یعنی مثلا انسانی که میتونه ارزیابی بکنه که من حالا مثلا اینقدر دارم میتونه بس باشه جنگل که نمیتونه جنگل و حالا حیوانات اونا فقط میگم ناعادلانه است یعنی اینطوری نیست که همه چی عادلانه از اول تقسیم شده و هر کسی باونری خودشو داره و همه دارن توی مثلا توی اون چارچوب زندگی خودشون دارن کار میکنن آره دیگه اینا انقدر حالا با قول از اون بانجوی از اون حد و مرزه خارج میشن تا به تعادل برسه یعنی مثلا مثلا یه حیوانی هست که درخت های جنگل مثلا از بین میبره یه حیوان دیگه هست که این حیوان رو میخوره یعنی این سیکله انقدر جلو میره که این به تعادل برسه مثلا تعداد خیلی بالا پایین نشه و اتفاق ناجوری نیفته از لحاظ بیزینسی هم که بهش نگاه میکنی خب عرضه و تقاضا رو بگو آره کمپانی‌ها هیچ قناعت تب ندارن که بگن رو که مثلا اپل میگه من شاید مثلا 500 تا گوشی بفروشم برای من کافیه و من نیاز به چیز دیگه ندارم میخواد تمام مارکت حالا تلفن همراه رو میخواد بگیره قاعدتا و کسایی هم که دارن مقابلش کار میکنن سامسونگ و مثلا هواوی و جاهای دیگه اون هم همینطور یا مثلا آمازون دیگه میخواد کل دنیا رو بگیره به که داره میگیره دیگه کامل <تصفح> 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 برعکس دیگه ایدئولوژی اینه که آره، ما این نظام سرمایه داری آره. آره. این نظام سرمایه داری کاملا بر اساس بیعدالتیه و هیچ وقت تو نمیتونی یه جایی رو پیدا بکنی یا یه حالا فرهنگی رو پیدا بکنی که خیلی قانعن و میگن که ما مثلا هیچ حریص نمیخوایم باشیم و نمیخوایم پامون رو فراتر بذاریم برای همین وقتی که داری توی یه حالا نظر شخصی من ها وقت داری توی دنیای زندگی میکنی که بر اساس به قول کارون بیادالتی ساخته شده خودت نمیتونی آدم خیلی عادلی باشی به هر حال یه سری بایستا داری یه سری پیشورزا هست که همیشه روی نظر تاثیر میذاره به یه سری آدما علاقه بیشتر داری شاید براشون وقت بیشتر بذاری یا براشون بهشون فرصت بیشتری بدی بهشون یا مثلا برعکسش با بعضی آدمها اصلا حال نمیکنی مثلا یه بارم طرف اذیتت کنه میزنی از زندگی بیرون از لحاظ خود همین انسان ها هم اگر که نگاه بکنی میبینی که انسان ها هم فقط دارن تقریبا به رشد و نمو خودشون فکر میکنن حالا شاید یه ذره کمتر باشه توی اکثر حالا اکثریت آدم ها بعضی هستن که حالا دارن به بقیه هم فکر میکنن ولی آدم ها بیشتر دارن برای رشد خودشون میجنگن همه آدمایی که وجود دارن برای همین من شخصا فکر نمیکنم که آدم خوبی بودن و آدم دیسنتی بودن و آدم قابلی بودن توی جامعه میتونه برای تو مجانی باشه یعنی ما یه سری زمانها رو میذاریم یه سری انرژی ها رو میذاریم و یه سری شاید بگم فکر نمی کردم حالا برمیگردم بهش یه سری زمانها و یه سری انرژی ها رو میذاریم که ایش وقت شاید به بر نگرده امروز که من رفتم سلمونی برای داشتم اون طرف صحبت میکردم داشتم طرف صحبت میکردم بعد ب... گفت چی کار میکنی اینا گفتم آره ما یه اه... چیز داریم یه پادکست داریم و دارم میرم اه... برای در میرم اونجا گفتش که چه جوری کارتونه اینا گفتم که آره مثلا هر کسی یه تاپیک میاره در مورد صحبت میکنه گفتم آره چی میخوای صحبت کنی گفتش گفتم که دیسنسی میخوام در مورد اینکه آدم خوبی باشی قابلی باشی صحبت بکنم بعد ذره فکر کرد اینا همین سوال ازش پرسیدم گفتم نظر تو چیه گفتش که ببین آره حرفی که تو میزنی درسته ما خودمون معمولا میایم فاکتور میگیریم از این معادله که وجود داره ولی از اونورم تو نمی نگاه بکنی که یکی از کارهایی که باید انجام بدی توی این خوب بودنه این که با خودت هم خوب باشی یعنی تو مثلا همیشه ما به این فکر میکنیم که ما چطوری میتونیم برای بقیه آدم خوبی باشیم من چطوری میتونم مثلا به فرزاد کمک بکنم به کارون کمک بکنم مثلا به آدم ایکس و کمک بکنم اگر که مثلا یکی میخواد از خیابون رد بشه مثلا کمکش بکنم و اینا ولی هیچ وقت به خودمون فکر نمیکنیم. یه قسمتی از اون معادله که میاد اینا رو بالانس میکنه اینه که ما خودمون رو هم در نظر بگیریم و ببینیم که حالا من درسته میخوام به همه کمک بکنم ولی این چه به قول معروف چه کمکی به خود من میکنه راه من چیه و من میخوام به کجا برسم و من چقدر در واقع ریسورس دارم که میتونم چقدر منابع دارم که میتونم بذارم برای کارهای مختلف یه ذره در تناقض با چیزی که اولش گفتی که حالا میگی موجودات قانع نیستن و حالا نمیگیم پیشرفت هی رو به جلو میخوان حرکت کنن حالا اون جلویی که خودشون درست به ذهن خودشون تعریف میکنن و لزوما هم همه اینجوری نیستن که بگن من میخوام به بقیه کمک کنم و میخوام خوب باشم و خودشون رو فاکتور بگیرن همه ماها احتمالا مثالهایی دیدیم که واقعا اینطوری فکر نمیکنن و جایی که در واقع منافع شخصیشون متضاد باشه با منافع شما و اون گروهی که توش هستن ممکنه منافع شخصی رو برگزینن این یکی یکی دیگه میخواستم راجع به اون اینی که بگی که هزینه داره براشون بگم هزینه ممکنه داشته باشه ولی نظر شخصی من یه بعدی از زندگی انسان اینه که شما تعامل خوب و تعامل در واقع رو به جلو و تعاملی داشته باشی که به طرف مقابلت کمک کنی یعنی تو اگه جایی فرصتی داشته باشی که کمک کنی جایی فرصتی داشته باشی که بر اساس یه سری ارزش عمل کنی مثلا یه جا تو فرصتش رو داشته باشی که چونم زیرابه مثلا آدم اکس رو بزنی ولی زیرابش رو نزنی. نزنی دارن پشت سرش حرف میزنن تو مثلا ازش حمایت کنی این کارا ممکنه هزینه داشته باشه برای تو مثلا اون جمعه نگاهش به تو بد بشه ولی یه حس درونی خوب هم به تو میده یعنی در قبال اون هزینه ها در واقع مثلا یه ریوارد یه پاداش مناسبی هم به تو برمیگرده که یکی از نیازهای شما رو ارضا میکنه که اون نیاز تعامل ارزشمند و تعامل در واقع معنا داشتن با بقیه است حالا یه چیزی هم که حالا در راستای که داری میزنی یه دیگه هم که میخوام بگم اینه که ما بعضی موقع باید ببینیم که واقعا ما چرا داریم آدم چرا آدم خوبی هستیم چرا داریم به بقیه کمک میکنیم اگر که واقعا از سر اینه که نیازهای شخصی خودمون رو ارضا بکنیم و به بقیه بفهمونیم که ما آدم خوبی هستیم که خب از, از بیخوبان اشتباهه ولی اگر که واقعا داریم این کمک رو میکنیم به خاطری که حالا تواناییش رو داریم یا مثلا چه میدونم به قول کارون مثلا میتونیم زیرا به نزنیم و اون کار انجام ندیم میتونیم زیرا به یکی رو بزنیم و اون کار انجام ندیم واقعا مثلا برای مثلا کار خیر و کار خوبشه این چی میگم یعنی باید ببینی که برگردی هر موقع میخوای کار انجام بدی برگردی ببینی که واقعا دلیل اصلی که میخوای کار انجام بدی چیه یه چیز میگم حالا اینی که تو گفتی یه نظریه هست که میگن شما هر کاری که انجام میدی برای خودته خب حالا میگن عشق حتی م... کار خوبم که انجام میدی میخوای خودت ارضا بکنی حالا این دقیقا چیزی که من میخواستم بگم دیگه قبلش گفتم یه چیزی تو وجودته که ارضا میشه میگن حالا عشق مادر به فرزند مثلا تنها عشق بدون چون و چرایی که تو دنیا وجود داره ولی میگن مثلا این نظریه پدر این نوع که اصلا آره <applause> مثلا مادر اگه وسط شب از خوابش بزنه مثلا بچه داره گریه میکنه میره بهش میرسه یعنی حتی این هم به خاطر خودشه به خاطر اینکه میخواد راحت بخوابه نه یه حس حالا درونی خودش رو داره ارضا میکنه یا شما اگه به یه انسانی کمک میکنی یه حس خوبی توی تو به وجود اون پاداش است که مثلا باعث میشه که این کارو بکنی یعنی انگار باز همه چیز به خود شما برمیگرده و همش نفع شخصی داره ولی خب از یه زاویه دیگه ای، از یه نگرش دیگه حالا چیزی که داشتم میخوندم که حالا کارون خوشش میاد تو کورا داشتم میخوندم آره برید بیفتید رو کورا در که سرچ میکنی هم چیزی میاد نوشته بودش که معمولا اینا همه اینا برمیگرده به اینکه تو یه بهش میگن قانون طلایی وجود داره توی رفتار انسان و هیومن دیسنسی که میگن تو اون جوری که دوست داری بقیه با تو رفتار بکنن باشون رفتار بکن بله یه چیز فارسی هم داره اینو اگر که اون حدیثه که او حدیثه. از یکی از اره امام مثل نقل میشه که شما اونطوری با بقیه رفتار کنی که دوست دارید با خودتون رفتار بشه اره و میگه که اگر که در این راستا مثلا کاراتو انجام بدی و زندگی بکنی آدم دیسنتی محسوب میشی و نیازی هم نداری که تو مثلا این مرزهای مثلا خوب بودن و قابل بودن رو جابجا بکنی آدم آن میگه آن چیز را که برای دیگران نمیپسندی آن چیزی برای... که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنی هم که نمیپسندی برای خودت برای دیگران نه پسند آره. چی م... یه بگی تو میخواستم میگم کنم تو فارسی میگیم هر چی از اون دست بدی از همون دست میگیری یه سی چیزی که خیلی درستم یادمون از هر دست بدی از همون دست میگیری فکر کنم خب آخرش منظور شما یه چیزی مجانیه هزینه داره یا هزینه نداره من میگم دیگه باید شما نوع نگاهت رو به قضیه عوض کنی خب یعنی اینکه هزینه که داره ولی پاداش هم داره در عین حال و از اون طرف هم من یه نوع نگاه دیگه هم دارم از اون جایی آره. که من به انواع نگاه بریز بیرون آره. از اون جایی که من به همین زندگی این دنیا فقط اعتقاد دارم و بعدش خدافز من اینجوری هم که شما هر کاری بکنی از هر دست بدی از همون دست میگیری و اگه شما در قبال کسی آدم ناقابلی بودی زیرا زدی رابطهش باعث شدی رابطه اون آدم با دوروبریاش بد بشه بیخود و بی جهد. جاش رو تو جمعی گرفتی در واقع پشت سرش حرف زدی اینا به خودت برمیگرده و یه روز در قبال تو همین کارها انجام میشه آن طرف دیگه قضیه شما اگه به کسی کمک کردی وقتی نیاز داشته وقت براش گذاشتی و حتی وقتی مثلا وقت خودت تنگ بوده روزی که تو هم نیاز داشته باشی حالا به هر آره صحبت کنید درست 17 دقیقه به اه. هر طریقی قطعا این به خود شما برخواهد گشت ولی اگه غیر این عمل کنی و حالا اون انسان قابل نباشی قطعا یکی در قبال شما ناقابلی میکنه حالا یکی بود که توی کورا نوشته بود و با اون نظریه نگاه اول تو خیلی چیز بود میگفتش که شما ممکنه که حالا کارهایی که میکنید هزینه داشته باشه حتی ممکنه هزینه در واقع مالی داشته باشه برای شما کار خوبی که میکنید ولی اون پاداشی که داره از ذهنی معمولا اون وزن اون اعتکاری که انجام میدین و وزنش بیشتره یعنی اون پاداشه برای شما از لحاظ فکری از لحاظ حالا منتالی خیلی برای شما مفیدتره تا اون حالا پولی که از دست دادید یا اون زمانی که گذاشتین یا اون انرژی که گذاشتین آره مفیدتره در صورتی که طرف هم در واقع ارزش کار شما رو بدونه تو هیچ وقت نمیتونی اینو بفهمی دیگه واقعا اگه تو ندونه نمیتونی. تو شروع میکنی از جایی به بعد خودخوری کردن که بابا زکی مثلا ما برای این این کارو کردیم اون این کارو نکرده. یه اصطلاحی ما یه بار گفتیم خود قد قدشو برای ما میکرد تخمش جای دیگه می... خب همون دیگه اگه تخمش همونجا کنار شما بذاره که دیگه نه ولی آخه موقعی که دارید کار خوب میکنی یعنی نمیتونی به این فکر بکنی که برای من چی داره صدر صدر. یعنی تو باید کار رو انجام بدی و منظرم این بود که تو شما کار خوب انجام میدید قاعدتا انسان متعادل انسان نرمال اون حس خوبه رو میگیره ولی اون حس خوبه رو رفتار طرف مقابل میتونه حالا تشدید کنه یا تضعیف کنه اه. شما ببینی مثلا اون آدم در قبال شما دیگه اون کار خوب رو انجام نمیده شما اون حس خوبت یواش یواش از بین میره و باعث میشه دفعه بعدی که مثلا بتونی کاری انجام بدی ممکنه انجام ندید چقدر ما مثلا خیلی انتزاعی این قسمت صحبت کردیم کاش میشد ایمان دو تا مثال ناب بیاره که در چی مثلا همین چرا چه اتفاقی افتاده مثلا تو زندگی خودت که تو حس کردی طرف در قبال تو رفتار قابلی نداشته خیلی ناقابل عمل کرده نه مثال که زیاده نه ولی خب من حالا پیش خودم که اولیم. اولش که اینو دیدم پیش خودم که فکر کردم دیدم خب مثلا مثال اصلی که حالا توی حالا رشته که الان من دارم توش کار میکنم توی ساختمان سازی موقعی که خیلی ها هستن که دارن ساختمان میسازن و خیلی از قانونا رو اصلا زیر پا میذارن و خب وقتی قانونا رو زیر پا میذاری حق یه سری آدم دیگر رو داری میخوری دیگه و اونا مثلا قیمت ساختمانشون به مراتب میاد پایین تر براشون و خب سودی که میکنن به مراتب بیشتره و خیلی هم هستن که دارن اون قانونه رو مو به مو انجام میدن و تمام حالا کارهایی که باید انجام بدن چه از لحاظ حالا امنیتی چه از دوازه حالا ساختمانی و هر چیز دیگه که هست اون رو دارن به صورت کامل انجام میدن و اونا به مراتب قیمت هزینه ساختشون میره بالاتر و سودشون میاد پایینتر برای همین اون کسی که در واقع داره کار درسته رو انجام میده سود کمتره رو میبره ولی خب اون کسی که داره کار غلطتر انجام میده سودش به مراتب بیشتره آره ولی حالا خب توی من گفتم به نگاه تو به سود هم بستگی داره سود فقط سود مالی نیست اون پاداش ذهنی هم مهمه آره حالا میگم اون کسی هم که شاید داره این کار انجام میده فکر میکنه که پیش خودش میگم حالا یه زی دیگه هم که میخواستم من بهش حالا برسم اینه که اون نظریه خیلی آبجکتیوه خیلی اینطوری که من در مورد اون هزینه چی فکر میکنم و در مورد سابجکتیوه و در مورد در مورد هزینه چی فکر میکنم و در مورد کار خوب چی فکر میکنم یعنی شاید یه درصدی از مثلا قابلیت توی ذهن من مثلا کافی باشه برای مثلا اگه که من فکر میکنم خودم خیلی آدم قابلیم ولی از لحاظ حالا کارون که نگاه میکنی مثلا من شاید مثلا ده درصد اولش هم مثلا نباشم برای همین اینم متفاوته برای آدم ها. یعنی وقتی که داری مثلا یه همچین مثالی آدما میزنن این طرز نگاه و دیدگاه آدم ها نسبت به اون قابلیت متفاوته آره نسبیه همه چیز نسبیه دیگه میاره مطلق واسه وجود نداره شما ممکن انگوش کوچیکه یکی باشی یکی هم ممکن انگوش کوچیکه شما باشه اینا نسبیه همه خیلی خوب... خوب تو چیزاتو میخوای بگی جالب داری جالب رو موضوع که دیگه جالب نمیری نه جالب که حالا تخمشو ایت... کفتر خوب ملخ آن تو موضوع یه کمی تایمش زیاد شد گفتیم که چیزش این یه خبری شنیدم تو این هفته گذشته که برمیگرده به یکی از تاپیکایی که ایمان رفت برمیگرده به که اپیزود 140 ایمان در مورد اعتیاد به مسکن آره اوپیویدز اوپیوید ادکشن صحبت کرد که مال سیزن قبل میشه فکر کنم اه... نمیدونم بعد حالا این خبری که من خوندم خب رفت داشت به اون اپیزود در مورد کمپ... کمپانی جانسن ان جانسن آ اینا با کلی پول بدن به آره. آره. یه کمپانی که خیلی اولا گنگ اون پوجه ها. بچه بچه‌ها که تو ایران بود مثلا ها. یکی از برندای اونا اوناست آه. ولی داستان داستانشو بگو که برای ام... کسایی که نمیدونم بدونم آره خب این من... کمپانی که اصلا تعداد برندش من نمیدونم خیلی زیاده از همون پودر بچه گرفته شما اگه اینجا تو سوپرمارکت بری تو قسمت مثلا داروخونه اینا چیزایی که رو اون شلف هست اکثرش مال ایناست تو ادویلو مثلا ادویلو ندارن اینا... ولی ادویلو مسکن دارن امه. آره برندای خودشون ولی به چش ببینیم می‌بینی که دیدی خیلی و خب معلومه که تو بخش دارو اینا خیلی هم سرمایه گذاری میکنه هم خودشون یده طولایی داره آره خودشون تولید کننده دارو بعد حالا دقیقا نمیدونم چرا ولی تو یکی از ایالت آمریکا اوکلاهوما این این کمپانی کش... کشوندن در واقع تو کورت به خاطر اینکه تبلیغاتی که در مورد مسکنای خودش میکرد خیلی ساید افکت های بدش و خیلی اوکی نمیگفت. جلوه میداد یا حالا نمیگفت ولی اون خوبی هایی که مسکنا داشت و خیلی بیشتر میگفت نمیدونم سردرد داشته میخواب. باشه آره نمیخوا. و خب باعث یه اپیدمی خیلی بدی شده حالا تو اون همه جا فکر کنم ولی تو اون ایالت اینا این کمپانیا بردن توی کورت و الان تقریبا نصف آره نصف یک میلیارد دلار دور بعد 572 میلیون دلار چیز شده جریمه شده که باید بده و آره این خیلی برام جالب بود که حالا این چیزی بگم خیلی چیزی که برام جالب بود ما میگیم که مثلا چم یزیو ما تو گوگل سرچ میکنیم دیگه فردش مثلا تمام تو تمام فضای مجازی میاد من بعد از اینکه اون اپیزود رفتم شاید مثلا به مثلا مدت چه میدونم شاید مثلا یه شیش هفته ای یوتیوب فقط برا من در مورد اوپیوید ادیکشن صحبت میکرد RC تبلیغاش چی؟ آرسی هم یوتیوب میفهم نه خب ما میریم اینا رو در واقع سرچ میکنیم و مثلا در موردش میخونیم هم. اینا و خیلی جالب بود که برا من این میاد مثلا توی یوتیوب هم الان دارد دولت کانادا خیلی چیز خفنی گذاشته روی مارکتینگ خیلی عجیبی گذاشته روی این قضیه که آقا بیرون بچه بیاین و این مسکنار رو استفاده نکنید اینا هم آدم میتونه بهش اعتیاد پیدا بکنه حالا به غیر از اون من خودم در میگم به هر چیزی آدم میتونه اعتیاد بده یعنی مثلا فکر میکنید که اعتیاد وجود نداره این که اصلا است من شاید واقعا به قهوه اعتیاد پیدا کرده بودم و مثلا روزی مثلا 6 7 تا لیوان قهوه میخوردم برای اینکه بتونم کارامو انجام بدم خب کمک میکرد دیگه آدم مثلا یه انرژی بوستی میگیره مثلا یه فشاری بهش میاد و سریع شروع کنه کارشو انجام دادن تصمیم گرفتم که توی ماه آگست که گذشت چی نخورم قهوه ببین یکی دو هفته اول واقعا سردردای بعد مثلا مثل معتاد مثلا اینطوری مثلا میشزم خمار واقعا صبح مثلا سر کار و واقعا میفهمیدم که اعتیاده وجود داره و الان یه هفته یه ماهی موكه. که من پاک پاکم حالا <تصفح> این من این چیز بگم همین سیستم یا این چیز آمریکا اونا که در جریان نیستن در جریان باشن که سیستم پزشکی آمریکا افتضاحه آنها که در جریانن در جریانن اونا هم که در سیستم پزشکی آمریکا افتضاحه و حالا تلویزیون و ایناشونو که اگه نگاه کنید همش تبلیغ داروه یعنی دیگه همه چی به شما دارو میدن بعد انقدر این سیستم از پایه و اساس خرابه <تصفح> که مثلا اینا با دکترا هم هماهنگ هم هم. مثلا ته تبلیغه میگه که اگه اینو میخواید به دکترتون بگی تجویز کنه مثلا اون کمپانی داروه یه پولی به دکترا هم میده که میده میده که در واقع ترغیب کنه بیماراشو که برن از فلان دارویی که لزوما ضرورتی هم نداره استفاده کنن اینا رو چرا گفتم که به اینجا برسم بگم چرا گفتی شاید نمیدونید ولی آمریکا تنها کشور پیشرفته دنیاست که سیستم هلت کیر یا حالا خدمات درمانی نداره باورتون میشه آره. یعنی اوباما بیچاره خودش رو خفه کرد که اینو به وجود بیاره آمریکا تنها کشور پیشرفته یک همچین سیستمی اون چیزی که ما تو ایران داریم به... عمومی نداره خصوصی آره اون چیزی که ما تو ایران تعملشتماعی. آره اون که ما تو ایران داریم باورش ما فکر کنیم مثلا ایران خیلی بده و آمریکا ته پیشرفته است این لامسا اصلا نزدیک به پیشرفته بودن هم نیستن توی آه. وقتی به این چیزا میرسه یعنی به کیفیت زندگی که برمیگرده اینا هلت ندارن یعنی توی آمریکا تو یا شغل خوب داری و اون شغل حالا بیمه خفن بهت میده و حالا دندون پزشکی اینا یا ندارید داری روی مسکن و اینا زندگی میکنی این حالا نمیدونم کسایی هستن که جوروگن گوش میدن با برنی سندرز یه دو هفته پیش مسابقه کرد نام زده دموکراند. و آره و اینم در این مورد صحبت کرد که گفتش که ما تنها کشور پیشرفته دنیا هستیم که همچین چیزی نداریم و این خیلی به نظر من آبروریزیه که مردم و همه جای دنیا دارن در این مورد صحبت میکنن که ما نیاز زنده موندن یه نفر رو نمیتونیم ما فراهم بکنیم براش میگه اول با ما پول بده تا ما بهت کمک بکنیم که زنده بمونی ولی توی هیچ جای دیگه دنیا یه همچین مشکلی نداره هیچ دیس آمریکا هم کردیم شما خب یه کمی آقای برنی ولی سنشون بالاه اومدن تو رینگ حالا خیلی رندوم ولی شما را من رای ولی در کار اون اپیزود 140 هم خوب بود کسایی که اگه گوش ندادن برن خیلی ایمان اطلاعات خوبی میگیره واسه واسه فامیلا خیلی خوبه چون دیدی که خیلی از فامیلا ما هم من کلا ایدش اینه که دارو نمیقرص داره بدن آدم نمیدونه این دارو از تو خیابون اومده یا دکتر داره به تو میده مخدره این کل اون اپیزود بود به صورت اخبار بعدی که هفته گذشته برای من جالب بود این بود که نخست وزیر انگلیس یه درخواستی کرد از ملکه ملکهشون مجلس که مجلس رو تعلیق کنن من اصلا کلا نمیدونستم یه همچین چیزی میشه ورا همین خیلی برام جالب بود به خاطر اینکه میخواد اون مخالفاش مخالفاش تایم نداشته باشن که قضیه برگزیت رو تقریبا وتو کنن از ملکه خواسته که آقا مجلس رو ببندی آره که این خودش میخواد بیفته دیگه و ملکه هم گفته اوکی پنج هفته میبندن <میدن> می چیزو پارلمانشون رو و بعد بر نی... برمیگردن مگه نمیگن ملکه هیچ قدرت سیاسی نداره مثلا خیلی با این خانواده مشکل دارن اصلا چرا هستن نمی حالا نمیدون حالا واردش نشه خب الان این کاری کردن که برکسید که... آره اون مخالفه تایم کمی داشته باشن که وقتی برمیگردن نتونن دوباره یه بیل بدن توی مجلس که مخالفت کنه با برگزیت در واقع میخوان جدید آره حالا آره آره. آره راجع صحبت کردیم که نقش فیسبوک و اینا توی این رای گیریشون چی بود چون خیلی هم رایا نزدیک بود یعنی عملا پنجاه پنجاه بود که پنجاه درصد گفتن خارج هم پنجاه درصد نشن و خیلی شرایط پیچیده است و اینا ممکنه واسه اینکه خارج شن باید یه توافقی بکنن با اتحادیه اروپا اینا قبلش یه عالمه توافق اینا ممکنه برن به سمت خروج بدون توافق اصلا آخه غیر یعنی انگلیس میخوره زمین اگه اتفاق بیفته یعنی تو فکر کن از زمین هیچ کدوم یعنی؟, از هیچ کدوم از اون در واقع ام امکاناتی که در بودن توی حالا اون یونین اون اتحادیه. وجود داره اتحادیه وجود داره از هیچ کدوم از اینا نمیتونه بهره برداری بکنه و بعدم مثلا کمپانی های دیگه که مثلا به اتحادیه مثلا یه چیزی میدم مثلا فکر کنم به اینا گندم میفروشن مثلا کیلوی 100 تومن خب وقتی که به اون اتحادیه میفروشه اگر که به انگلیس ارزون تر بده که خب همه میان بیرون و کلا اتحادیه از اون مثلا میپاشه اگرم که به انگلیس گرون تر بده خب انگلیس از بین میره یعنی هیچ وقت اونا نمیان بقیه مشتریاشون از دست بدن به خاطر یه نفر دیگه اگه بخواد به صورت ریاضی به نگاه کنی واقعا غیر ممکنه یا مثلا یکی از حالا کشورهایی که خیلی ضرر میبینه چیزه اه خدایا خان مگرگر از کجا ایرلند. ایرلند. ایرلند آره مال ایرلنده که اینا یه سری از این تراک ها میاد که میاد میره از سوی انگلیس رد میشه فکر کن این تراک هایی که میان همشون الان دیگه باید برسن به کاستوم رد, رد بشن دیگه یعنی هیچی تقریبا یعنی اصلا میگفتن صفه تراک هایی که اتفاق میفته در روز میشه آره میتونه تقریبا بشه 50 کیلومتر صف تراکا برای اینکه بخوان فقط رد بشن ما یه معلمی داشتیم توی موقعی که تو دانشگاه بودم که این چیز بود سیاست مدار بود و اینجا میخواست برای واقع اینجا برای اینکه بره توی مجلس و اینا ران کرده بود و اینا خیلی آدم حالا قابلی بود تو اینجور تو این مسئله ما آوردیمش و مثلا باش صحبت کردیم و کلا یه پسر چیز انگلیسی داشتیم و اون خیلی عصبانی بود که اتفاق افتاده و آوردیم مثلا باش صحبت کردیم و اینا این اطلاعاتی که میدم همش از اون میاد و مثلا اون در مورد این خیلی مثلا صحبت کردن در حتی توی کانادا و این پکتی که میتونه روی معاجرت داشته باشه روی حتی روابط کانادا با انگلیس داشته باشه چون که تمام کشورهای دیگه هم یه جوره میشن دیگه که ما حالا اون انگلیس مثلا وامونده رو الان چیز بکنیم در واقع دست و پاشو بگیریم نذاریم شکست بخوره یا اینکه بقیه ای اروپا رو در نظر بگیریم نقش فیسبوکه آره دیگه هر چه توانستیم لطف خدا بوده است این دموکراسی زیاد زد زیر دلشون اومدن رفراندوم گذاشتن آقا مردم چه سرشون میشه یا نه آقا آقا فیسبوک چیزشون کرد آره. دیگه خیلی میتونه بکنه آدم ها رو فیسبوک عجیب کار کرد باید با دیگه <تصفح> او ما این بحث همینجا ببنده دیگه تا بدتر نشده <تصفح> وزی... خیلی خب این بود قسمت سر هفتاد جالب این بود قسمت 170 ما در مورد هیومن دیسنسی یا قابلیت انسان ها و قابلیت نه قابلیت من انسان های قابل انسان قابل من تو گوگل چند زدم نجیب معنی کرد قابل بگیم نجابت صحبت کردیم نجابت جونم براتون بگه که ما توی تمام فضای مجازی اسم اون توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با مرتبات مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام بنام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما بایستان مثل جا و های تصویری صوتی نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ